توی بخش قبل در مورد نامگذاری CSS با هم دیگه صحبت کردیم و قرار شد ببینیم که این کلمه کسکید یا آبشاری چرا توی اسم CSS قرار گرفته. امروز با هم دیگه یکی از دلایل این نامگذاری رو بررسی می‌کنیم و قراره که با یه تعداد از استایل‌های پایه‌ای CSS هم آشنا بشیم. من هوریا هستم و این دومین ویدیو از دوره آموزشی CSS. هدف من از این دوره آموزشی اینه که شما رو قدم به قدم در مسیر طراحی سایت پیش ببرم تا هر چه سریع‌تر بتونید وارد بازار کار این حوزه بشید. قبل از شروع دوره اگه تازه وارد کانال ما شدید یا هنوز کانال ویژن آکادمی رو سابسکرایب نکردید، لطفاً توی کانال ما عضو بشید تا در جریان جدیدترین ویدیوهای ما قرار بگیرید. توی جلسه قبل در مورد روش‌های استفاده از CSS توی یه فایل HTML با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم که 3 تا روش اصلی داریم. اینلاین، اینترنال و اکسترنال که در مورد تفاوت‌هاشون و مدل استفاده‌شون هم با هم دیگه صحبت کردیم. ولی اتفاقی که معمولاً میفته اینه که ما ممکن است هر 3 تا استایل به صورت همزمان استفاده کنیم. اون وقت کدوم روش به روش‌های دیگه اولویت داره؟ یعنی اگر که من 2 تا استایل به پاراگرافم بدم، یکیش اینلاین استایل باشه و یکیش اکسترنال استایل، کدومش روی سایت ما اجرا میشه؟ فرانت اند دیولپرها خیلی تو کارشون معمولاً به خطاهای اینجوری برخورد میکنن. اینکه یه استایل رو رو کدای HTMLشون اعمال میکنن ولی توی اجرا هیچ تغییری نمیبینن یا چیزی که اونا میخوان اجرا نمیشه. و دلیلش همینه که اولویت‌های CSS رو فراموش کردن یا در نظر نگرفتن. بذارید با هم دیگه با یه مثال ببینیم که قضیه برامون روشن‌تر بشه. رو همون مثال جلسه پیش بذارید یکم ساده‌ترش بکنیم. من فقط اینجا می‌خوام بک‌گراند کالر پاراگرافم رو تغییر بدم و از روش اینترنال استایل هم استفاده می‌کنم و با این روش بهش رنگ میدم. بذارین من این لینک اکسترنال استایلم رو پاک بکنم. خب الان هیچ استایلی روی صفحمون نداریم. من میام اینجا توی تگ هدم و استایل رو می‌نویسم. گفتیم که از سلکتورها استفاده می‌کنیم. من توی تگ پاراگراف می‌خوام تغییر ایجاد بکنم، پس از پی استفاده می‌کنم و میخوام بک‌گراند کالرش رو تغییر بدم و مثلا سبز بذارم. یه کنترل اس میگیرم و اینجا یه رفرش میکنم. الان بک‌گراند کالر پاراگراف من تغییر کرد. حالا بذاریم بیایم و یه رنگ دیگه واسه بک‌گراند پاراگرافمون مشخص بکنیم. این دفعه بذارین از روش اکسترنال این کار رو بکنیم. من میام اینجا توی فایل هام. اگه یادتون باشه جلسه پیش ما با هم دیگه یه فایل style.css درست کردیم. اگر که شما الان فایلتون رو ندارین یا درست نکردین، روی نیو فایل بزنین، کلیک بکنین، یه اسم بهش بدید با پسوند css. مثلا میتونید همین style.css رو بدید و این میشه فایل خارجیتون. من الان چون دارم از همین فایل css‌ی که دارم استفاده میکنم. خب من تغییراتی که قبلا داشتم توش رو برمیدارم، هدر رو تغییر دادم و فونت سایز و اینا رو که نمیخوام، فقط بک‌گراند کالر رو نگه میدارم. خب یه رنگ مشخص هم واسه بک‌گراند کالر تعیین بکنیم، مثلا این رنگ رو و کنترل اس میگیرم. حالا باید بیام و فایل style.css هم رو لینک بکنم به فایل html. چجوری این کار رو میکردیم؟ از تگ لینک استفاده میکردیم که باید یه سری مشخصات پیش‌فرض بهش میدادیم، مثل rel که style sheet بود، type که بود text/css و باید اسم فایلم رو مشخص بکنم و آدرس فایلم رو که با href مشخصش میکردم
من اینجا چون CSS هم تو هم فولدری هست که HTML هم هست، فقط اسمش رو بنویسم کافیه و اینجا می نویسم style.css. همین روی کنترل S می گیرم، اینجا یه رفرش می کنم، ببینین که بک‌گراند ما تغییر کرد و به رنگ جدید در اومد. حالا این یعنی این که استایل اکسترنالمون اولویت داره به اینترنال؟ نه. من اگر که جاهاشون رو عوض بکنم، یعنی بیام اینترنال رو یا تگ استایل رو پایین تر از تگ لینک بنویسم، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع بک‌گراند من سبز میشه. پس بین اینترنال و اکسترنال اونی که آخر نوشته شده اولویت داره. یعنی ما هر چیز رو که میخوایم روی سایتمون اجرا بشه قطعاً باید آخر از همه بنویسیم. حالا اگر که من بیام توی خود تگ پاراگراف و اینجا بهش استایل بدم چه اتفاقی میافته؟ اینجا بیام و بک‌گراند کالر رو مثلا این رنگ انتخاب بکنم و کنترل S و رفرش. میبینین که پاراگرافی که روش استایل رو اعمال کردم رنگش تغییر کرد. پس کلن اولویت ها اینجوری شد که ما اگه این لاین استایل داشته باشیم، یعنی توی خود تگ بیاییم بهش استایل بدیم، به همه ارجحیت داره و اولویت داره و حتما اجرا میشه. ولی اگه نه، این اتفاق نیفتاده باشه، ما استایل داخلی نداشته باشیم، بین این دوتا هر کدوم رو که آخر نوشته باشیم اولویت داره و روی سایتمون اعمال میشه. دلیل استفاده از کلمه آبشاری هم توی CSS دقیقا همین اولویت بندی ها و همین ترتیب هاست. نه فقط توی روش های استایل دادن، خیلی جاهای دیگه توی CSS ما باش مواجه میشیم که من کم کم هر کدوم رو که بهش برسیم براتون توضیح میدم. توی درسای بعدی وقتی که با کلاس آشنا بشیم توی CSS و با آیدی آشنا بشیم، میبینیم که اگر که ما حتی رعایت نکنیم این اولویت بندی ها رو و این ترتیب ها رو، ممکنه که ما خروجیمون اون چیزی نباشه که خودمون میخوان. یه جای دیگه که توی CSS این ساختار و این اولویت بندی ها تعریف شده و اجرایی میشه، توی بخش نمایش وبسایت. ما به عنوان نویسنده یه وبسایت یا آوتر یه وبسایت بهش یه استایل میدیم. مثلا تصمیم میگیریم که فونت سایز این پاراگراف هم بشه 30. بذاریم با هم دیگه فونت سایز رو تغییر بدیم. من اینجا میام و به بک‌گراند فونت سایز رو اضافه میکنم و اون رو مساوی با 30 پیکسل میذارم. یه کنترل S میگیرم و یه رفرش میکنم. میبینیم که سایز پاراگرافمون بزرگتر شد. ولی اگر که من سایز رو مشخص نکرده باشم، به صورت پیش‌فرض خود براوزر میاد و براش یه سایز پیش‌فرض در نظر میگیره. مثلا الان گوگل کروم میاد و سایز 16 رو براش در نظر میگیره. من قبل از این که سایز رو 30 بذارم 16 بود، الان هم اگه برش دارم باز دوباره همون سایز میشه. و خود یوزر هم اینجا میتونه استایل رو تغییر بده. اگه بره توی ستینگ براوزرش و بره توی بخش اپیرینس و اینجا مثلا میخواد فونت سایز رو تغییر بده، فونت سایزش رو بذاره روی لارج، یا میتونه بیاد اینجا کاستوم انتخابش بکنه. من حالا همین رو میذارم بمونه. اینجا میبینین که فونت سایز ما تغییر میکنه. خب حالا من برش میگردونم که رو همون سایز پیش فرضم بمونه. خب پس این هم یه نمونه دیگه از بحث اولویت بندی ها و ساختار آبشاری که اول براوزر تصمیم میگیره که چجوری به کاربر نمایش بده سایت رو و بعد آوتر میتونه اون رو اصلاح بکنه، بهش سایز دلخواهش رو، رنگ دلخواهش رو و مدل نمایش دلخواهش رو بده و نهایتاً هم یوزره که تصمیم میگیره که چجوری ببینه اون وبسایتی رو که ما براش طراحی کردیم. حالا توی جلسات بعد با هم دیگه بیشتر در مورد این ساختار صحبت میکنیم. توی این جلسه یکم با استایلای بیسیک هم آشنا بشیم که هم براتون یادآوری بشه و هم به عنوان مثال میتونیم بهشون نگاه بکنیم.
من برای راحتی کار استایلی که میخوام به صفحم بدم رو از همون روش اینلاین استفاده میکنم و این تگ استایلی رو که داریم از اینجا پاک میکنم و تگ لینکم رو هم پاک میکنم. میام توی خود تگ پی. فرضاً میخوام به این تگم استایل بدم. این استایل قبلی رو که داریم پاک میکنم. و یادمون هست همیشه وقتی که میخواستیم استایل بدیم بسته به نوع استایلمون از همون پراپرتی استفاده میکردیم. مثلا من اینجا میخوام رنگ رو عوض بکنم، پس از پراپرتی کالر استفاده میکنم. دو نقطه و اینجا باید بهش ولیو بدم. ولیو برای کالر میشه همون رنگایی که میخوایم انتخاب بکنیم و یه ولیو هم بیشتر نمیگیره. یعنی ما میتونیم فقط یه رنگ رو براش انتخاب کنیم. و در نهایت هم سمیکالن. پس ساختار استایل دادنمون اینجوریه. اون صفتی که میخوایم تغییر بدیم به پروپرتی، دو نقطه ولیو مورد نظرمون و سمیکالن. و تمام پروپرتی هامون رو هم میتونیم تو همین استایل بنویسیم. مثلا من اینجا میخوام از یه پروپرتی دیگه استفاده کنم به اسم border. border رو مینویسم. برای border ما سه تا ولیو میتونیم مشخص بکنیم. اولین ولیو میشه مشخص کردن ضخامت اون خطی که ما میخوایم بوردرمون داشته باشه. مثلا من اینجا میخوام 5 پیکسل ضخامت داشته باشه. برای دومین ولیو ما باید نوع خطمون رو مشخص بکنیم. اینکه یه خط صاف معمولی باشه یا نقطه چین باشه یا مثلا حتی دابل باشه. دو تا خط کنار هم بیاد که انواع مختلفی داره. اگه بخوام یه خط معمولی باشه باید اینجا از سولید استفاده بکنیم. و در نهایت برای ولیو سوم رنگ مورد نظر بوردرمون رو مشخص میکنیم. که مثلا من میخوام اینجا رنگش رو رد بذارم. حالا اگه یه سیو بکنم و اینجا یه رفرش بکنم میبینین که همه تغییراتی که ما میخواستیم روش اعمال شده. رنگ فونتمون آبی شده و یه بوردر تعریف کردیم که ضخامتش 5 پیکسله. مثلا اگه بخواد عوضش بکنیم این رو بکنیم 10. ضخامت خطمون اینجوری بیشتر میشه. و اگه سالید رو هم عوض بکنیم مثلا بذاریم دات و کنترل اس بگیریم. اینجا میبینین که به صورت نقطه چین نمایش داده میشه یا مثلا میتونین دابل رو انتخاب بکنین. این هم دو تا خط کنار هم نمایش میده. رنگم که میتونید هر رنگی رو که مورد نظرتون هست واسش بذارید. پس هر تغییری که بخواین توی border بدین باید این سه تا ولیو رو براش تعریف بکنین و اینا رو عوض بکنید اگر که میخواین تغییری توی بوردرتون ایجاد بکنید. خیلی از پراپرتی ها هستن که بیشتر از یه ولیو میگیرن، دقیقا مثل border که دیدین، و خیلی هاشون هم هستن که فقط یه ولیو میگیرن مثل color یا background color. صفت های بعدی که میخوایم با هاشون آشنا بشیم طول و عرض، height و width، که از طریق اونها میتونیم سایز المانمون رو تغییر بدیم. مثلا من هم اینجا اگه که توی تگ پیم بیام و یه ویت مشخص بکنم، شما میتونید هایت هم مشخص بکنید. من الان فقط ویت رو مشخص میکنم و مثلا بذاریمش 100. سیف میکنم و این طرف رفرش میکنم. میبینین که یه عرض مشخص اومد و برای المان من تعریف کرده. و من هر چقدر که صفحه رو بزرگ بکنم یا کوچیک بکنم سایز این المان توش تغییری ایجاد نمیشه. به جای این عدده ما میتونیم از درصد استفاده بکنیم. مثلا من بگم که عرض این المانم میخوام 80% صفحه‌م رو بگیر. پس اینجا یه 80% مینویسم و سیو میکنم. این رو ببینیم. الان 80% صفحه رو اختصاص داده به این المان و هر چقدر که من صفحه‌ام رو بزرگ بکنم باز همون 80% میمونه. یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که بگیم من میخوام
ارز المانم تا یه جایی زیاد بشه و بیشتر از اون نشه. این کار رو با چی انجام میدیم؟ با استفاده از ماکس فیت. من اگه ماکس فیتم رو الان بذارم روی 500 و یه کنترل اس بگیرم چه اتفاقی میافته؟ الان وقتی صفحه من کوچیکه 80% صفحه رو بهش اختصاص داده. تا یه جایی این اتفاق همین جوری ادامه پیدا میکنه. تا کجا؟ تا جایی که ویت من بشه 500 پیکسل. و اگه بزرگتر از اون بشه دیگه اندازه المانم تغییری نمیکنه. پس میبینین که ماکس فیت رو هم ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم. تمام این مواردی که گفتم برای هایت هم میتونین استفاده بکنیم و هیچ فرقی نمیکنه. دقیقا همون موارد رو میتونیم توش اجرا بکنیم. در مورد روش های مختلفی که ما میتونیم سایز بدیم به المان هامون بعدن صحبت میکنیم. این که حالا چرا از پیکسل استفاده میکنیم معمولا یا چرا درصد معمولا استفاده میکنیم و چه چیزهای دیگه ای هم هست که میتونیم از اونا هم استفاده بکنیم. اینها رو توی جلسات بعدی با هم در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یه سایت مرجع امروز میخوام بهتون معرفی بکنم، یعنی معرفی که نتون جلسات قبلی هم در موردش صحبت کردیم. میخوایم بخش CSSش رو با هم دیگه ببینیم. کافیه بریم توی وبسایت W3Schools و بخش CSS رو انتخاب بکنیم. اینجا تمام مواردی که شما نیاز دارین واسه یاد گرفتن CSS همه به ترتیب و دسته‌بندی شده نوشته شده. اگر که یه جایی به مشکلی خوردین یا چیزی یادتون رفت از این سایت میتونید خیلی راحت استفاده بکنید. از مباحث کاملا ابتدایی تا مباحث پیشرفته هم توش اومده و اکثرا هم با مثال توضیح داده شده. پس اگر یه زمانی حس کردین چیزی یادتون رفته یا نیاز به کمک دارین میتونین خیلی سریع از W3Schools کمک بگیرید. توی جلسات بعدی سعی میکنم که اتریبیوت های مختلف رو با دیتیل بیشتری بررسی بکنیم و قدم به قدم پیش بریم تا CSS رو شما کامل یاد بگیریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود و نمیخواین که ویدیوهای بعدی CSS رو از دست بدین، لطفاً توی کانال ما سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرات و سوالهاتون رو توی بخش کامنت با همون در میون بذارید. کامنت هاتون به همون خیلی انرژی میده و اگرم سوالی پرسیده باشین من سعی میکنم که خیلی سریع جوابش رو براتون بذارم. برای حمایت از گروه ما هم میتونید از لینک دونیشنی که تو قسمت توضیحات قرار دادم استفاده بکنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که امروز هم یک گام به هدفی که داشتید نزدیک‌تر شده باشید.